سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. اخیراً صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک برنامه ساخته به نام ایستگاه پایانی دروغ و در طی دو شب یک ساعت به این موضوع پرداخته که بگه یکی از سران اپوزیسیون خارج نشین به تور اطلاعاتی ما افتاده. من هم در اینجا خواستم نظر خودم رو بیان کنم. در این برنامه صدا و سیما رژیم ایران اول سعی کرده که آقای روح الله زم صاحب کانال آمد نیوز رو مهم جلوه بده. حتی جالب است که هیچ یک از سرویس های اطلاعاتی که با مسلسل در حال مراقبت شبانه روزی از نیما زم هستند، نظام همیشه فکر میکنه که هرچه دروغ بگه مردم باور میکنند. برای همین اینجوری میگه که آقا این روح الله زم اینقدر مهمه که شبکه سرویس امنیتی فرانسه او رو تا محل هتلش اسکورت میکنه. یک اسکورت خودش رو میبره، یک اسکورت دیگه زن و بچهش رو میبره. چه کار است؟ هیچی، اپوزیسیون مهم ایرانه. این انجام این ملاقات است که کاملا و به طور مستند روشن می شود نیما زم در کنترل کامل سرویس اطلاعاتی فرانسه و دیگر سرویس های غربی قرار دارد. یه نفر به روح الله گفته من از اطلاعات درون سپاه به تو خبر میدم، تو هم در آمد نیوز پست بگذار. اما چی؟ اون فرد مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی بوده؟ بله. بعد دیگه هر شب اون مأمور از اسرار سپاه، از اسرار اسرائیل و آمریکا هی خبر میداده و روح الله هم پست میگذاشته. و حالا یهویی سپاه تصمیم گرفته که دست اون رو کنه و بگه اپوزیسیون رو ما فریب داده ایم. این سناریویی که سپاه علم کرده. بگذریم از این که صدا و سیما نمیخواد اسم روح الله رو ببره که یه موقع نام خمینی تداعی نشه، برای همین الکی میگه نیما زم، اما منظورش همون روح الله زم هست. خب اما حقیقت اینه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خودش چند تا اپوزیسیون جعلی میسازه که اونها به نام مخالفان نظام اسلامی فعالیت اپوزیسیون های واقعی رو بی اثر کنند. با مسخره کردن، با دعوای لفظی را انداختن، با خبرهای الکی درست کردن مردم را از براندازی نظام ناامید و مایوس کنند تا ایشالله این نظام هی با همین وضع داغونش بمونه و سقوط نکنه. این مطلب را آقای محمد حسینی قبل از این که خودش به نام ریستارت یکی از همین اپوزیسیون های جعلی نظام بشه خودش تعریف کرده بود. این صدای آقای محمد حسینی است. یه جلسه آخر ما با بچه های اطلاعات محبت کردم، با ما گذاشتم، گفت ببین خبرهایی بهت میدیم که به نفعت، تو به ما فوش هم میدی روانزه، تو اگه مشکلت وجهته ما وجهت رو درست میکنیم. بعد یه سری هم اسامی واسه من گفته، من سند ازشون ندیدم، ولی یه سری اسامی من گفتن که فلانی واسه من، ببین ما اونجا داریم پولش میدیم، فلان تلویزیون داریم ما پولش میدیم. حسینی، یا این پولو میگیری یا این پولو میگیری یا یه دهمشو مصرف میکنیم نمیذاری موفق شیم. اینکه کدوم اپوزیسیون ها جعلی هستند خب باید از مشخصه هاشون پی برده. به نظر من اونهایی که قصد ترسوندن مردم رو از روی کار آمدن نظام بعدی دارند، اونها جعلی هستند. مثلا میگن که بعد از جمهوری اسلامی آزادی اسلحه خواهد بود، مردم اسلحه به دست میشن. آقای فخرآور و حسینی گفتند. اونایی که بقیه اپوزیسیون ها رو بی ارزه و ناچیز معرفی می کنند تا مردم رو مایوس کنند. همین آقای فخرآور می گفتش که تنها اپوزیسیون واقعی فخرآور و حسینی و روح الله زم هستند که این تظاهرات و این اعتراضات مردم رو اینها ایجاد کرده اند و دیگه کسی در اپوزیسیون مطرح نیست. سه جریان کنگره ملی ایرانیان، تیم آمد نیوز و جنبش ریستارت به این تفاهم و توافق رسیدیم و این سه جریان در کنار هم توافق کردیم که تظاهرات بیاد همون صبح برگزار بشه، اصلا قبل از برنامه اونا شروع بشه اصلا، چرا که نه. یعنی قشنگ برای خودشون گروه اپوزیسیون جعلی تشکیل دادند.
و بعد که حسینی نابود شد روح الله گفت حسینی مال جمهوری اسلامی بوده. بعد که روح الله خراب شد فخرآور گفت که من دروغ گفتم، روح الله مأمور اطلاعات بود. خلاصه سعی کردن که خودشون رو کنار بکشند. اونهایی که ادعا می کنند که از اطلاعات سری و محرمانه سپاه خبر دارند و همیشه خبر داغ و فوق سری منتشر می کنند، اونها دروغ میگند. مثل همین روح الله و علی جوانمردی. و قبل از اینکه اخباری کاملا محرمانه رو خدمتون عرض کنم در مورد وقایع چند روز گذشته، فردین و فخرآور و مثلا همین امید دانا، من خودم شخصا با خیلی از نیروهای امنیتی در سپاه، در وزارت اطلاعات، در بخش‌های لایه‌های مختلف، با خبرگزاری‌های مختلف، خیلی‌هاشون از این خبرنگاراشون با من در ارتباطن. دروغه. همه این حضرات، روح الله و فخرآور و امید دانا، خودشون رو در مقطعی طرفدار پادشاهی و رضا پهلوی جا زده اند تا به ایشون نزدیک بشن. اما آقای رضا پهلوی خیلی محتاطه و هر کسی رو راه نمیده. وقتی اونها از نزدیکی به شاهزاده ناامید میشن، شروع به دشمنی با شاهزاده میکنند. به نظر من اینها خصوصیات این اپوزیسیون های جعلی هستند. خلاصه جمهوری اسلامی در این برنامه ایستگاه پایانی دروغ داره دروغ میگه. اون بخشایی که روح الله زم و سر کار گذاشت اینا عین حقیقت بود؟ روح الله زم کاملا در طول وزارت اطلاعات بوده؟ خیر، روح الله حقوق بگیر خودشون بود. تا دیروز سعی میکردند که اون رو برانداز اصلی معرفی کنند. همین چند وقت پیش در اعترافات تلویزیونی خانم سپیده قلیان به او دیکته کرده بودند که بگه عکس‌ها رو برای آمد نیوز میفرستاده که یک گروه برانداز خارج کشور هست، تا همچین برای مردم جا بیفته که آمد نیوز دشمن جمهوری اسلامی هست. خیر، آمد نیوز از اول مال خودشون بود. در جریان اعتراضات دیماه 96 اون رو مطرح کردند. همین آقای علی جوانمردی گفت خبرهای سری رسیده که جمهوری اسلامی قصد ترور روح الله زم رو داره تا اون رو به عنوان رهبر اعتراضات دیماه معرفی کنه. روح الله حقوق بگیر خودشون بود. الان توی همین برنامه قشنگ ایستگاه پایانی طرف اخبار رو در اختیار روح الله قرار نمیده، بلکه دقیقا میگه این رو بنویس. پشو کار داریم، فیلم میبینم. پشو تو تا کار داریم، کارهایی که میگیم و انجام بده مو به مو. کیسای جدیدی دیده که میخوایم شروع کنیم زدن. ببین تو باید چیز بکنی، هماهنگ با ما. قشنگ لباس مرتب بپوش، ما تو زوبکولی در بیار، یه ویدیو سری بزن. حد فاصله اونی که من بهت میدم بزنی، باید سری تو از نیم ساعت یه ساعت بزنی که سوخ نریم، تو پوکمون سوخ نره. آه، یه جایی نشون بده که میدونی کیه. نشون بده که میدونی کیه. من میدونم، حالت خنده، بگو میدونم از کجا آب میخوره. من نگاه کن، هش دیکته میکنه. این خبرچین نیست، این صاحب کار هست، کارفرمای روح الله هست. روح الله پول گرفته که اون مطالب رو پست کنه و این نقش رو بازی کنه. 12000 یورو رو حساب تو فقط میاد؟ حساب مهسا میدم. خلاصه اونها برای روح الله خبرهای دروغ تعریف میکنن تا در کانالش بگذاره و روح الله هم برای اونها خبرهای دروغ تعریف میکنه. همون چیزهایی که رژیم انتظار داره بشنوه رو تعریف میکنه. باورت نمیشه، از تو خونش اطلاع دارم که راه میره شبا. خب تمرین میکنه که ارتش داره ازش سام میبینه. خب معلومه که رژیم این خالی بندی های روح الله رو باور کرده و فکر میکنه که مردم هم باور میکنند، برای همین در صدا و سیما پخش کرده دیگه. یعنی سپاه با حقوق بگیر خودش روح الله هی به هم دیگه دروغ گفتن و هی به خودشون زوغ کردند. رژیم محمد حسینی رو ناگهان کنار گذاشته، اما روح الله زم رو که دید دیگه کسی بهش اهمیت نمیده، رژیم خرابش کرده، بعد کنارش گذاشت. رژیم لو نداد که مأمور ما بوده، فقط گفت بازیچه ما بوده. اما این باعث میشه که بقیه اپوزیسیون های جعلی هم حساب کار دستشون بیاد که ای بابا، یه روز هم ممکنه حکومت اونها رو قربانی کنه، درست مثل روح الله. منتها بازی یکی شروع کردند.
اگه نظر من رو بخواید، خود من به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد دارم. کسی نمیتونه بگه که او مأمور جمهوری اسلامی هست. و از اونجا که ایشون محتاط هست، بدون تعریف و تمجید علکی، گروه هایی که ایشون تایید میکنن رو من تا حدود زیادی بهشون اعتماد میکنم، مثل فرشگرد، اقنوس و ایران یاران و خانم مسیح علی نژاد هم که عمل کرده خودش نشون میده که استخون گلوی رژیم اسلامی هست با این کمپین هایی که راه میندازه. اینکه جمهوری اسلامی یک ساعت از برنامه صدا و سیما رو صرف برنامه ایستگاه پایانی دروغ میکنه و برنامه چنین سخیف و سطح پایین پخش میکنه، اینکه صدا و سیمای ایران میاد بی‌شرمانه تصویر خواهر و مادر روح الله زم رو اونجوری در تلویزیون پخش میکنه، این زبونی و خفت رژیم اسلامی در پخش اینجوری برنامه های بچگانه، این نشون میده که رژیم اسلامی این روزها از اپوزیسیون واقعی وحشت داره، از گسترش محبوبیت آقای رضا پهلوی میترسه، از فعالیت خانم مسیح علی نژاد نگران هست و با قربانی کردن یکی یکی ماموران دوزاری خودش سعی در خراب کردن اپوزیسیون داره. اما غافل از این که با این کار در دل همون اپوزیسیون های جعلی خودشون ترس و واهمه انداخته. بدرود دوستان.